ارزیابیتان um... از وضعیت حقوق بشر در افغانستان چیست یافتهایتان به خصوص درباره وضعیت زنان در افغانستان حاکی از چیست Well, new... متاسفانه طوری که فعلا به نظر میرسه ای هست که ما هر روز خبرهای بد از افغانستان میشنویم اینکه قرار است مکاتب در دوره متوسطه فقط برای پسران بازگشایی شود خبر بسیار ناراحت کننده ای هست پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان شماره از دختران اجازه یافتن تحت شرط بسیار سخت به پانتون بروند و مردم هنوز امیدوار بودند که این موضوع میتواند بیانگر این باشد که خب طبیعتا طالبان افرادی که در دوره لیسه هم درس خوانند هم اجازه خواهند داد که دوباره به مکتب بروند اما این اقدام طالبان گواه این مطلب است که آنها به چنین چیزی اعتقاد ندارند بسیاری ها میگویند که باید چند هفته صبر کرد زیرا طالبان روی قوانین جدید کار میکنند و میخواهند تغییراتی بیاورند اما با باور من هیچ دلیلی برای خوشبینی وجود نداره مکاتب افغانستان همکنونیز نیز جدا هستند و معلمین زن و دانش آموزان دختر درس دهند. بنابراین چیزی برای جدا کردن و تغییر دادن وجود نداره بحث این است که آیا طالبان به دختران اجازه مکتب رفتن می دهند یا خیر و طالبان تصمیم گرفتند که این اجازه را ندهند هر روز که دختران از تحصیل محروم میشوند، آسیبی است که مستقیما به هر کدام آنان وارد می شود تمام اینها پس از آن صورت میگیرد که بازگشت دختران محصل با سختگیری های زیادی همراه شد از طرفی هم زنان در مشاغل مختلف اجازه رفتن و سر کار خود را ندارند خبرنگاران زن ورزشکاران زن و سایر زنهای فعال خانهنشین شده طالبان میگویند که به خاطر وضعیت امنیتی است اما تمام این نشانه هایی که از افغانستان میرسد نشان می که عمل کرده این گروه نسبت به زنان در مقایسه با سال 2001 تغییری نکرده است. Uh, human... جامعه جانی تأکید کرده که کمک های بشر دوستانه به افغانستان باید با در نظر داشته رعایت حقوق بشر از سوی طالبان صورت بگیره. برداشت شما چیست؟ uh, established... بحران بشری بسیار بدی در افغانستان در حال وقوع است مردم این کشور دچار درد و رنج هستند میلیون ها کودک از سوی تغذی رنج میبرد و شاخص های زیادی وجود دارد که نشان میده این رقم طی ماه های آینده افزایش خواهد یافت مردم افغانستان واقعا برای زنده ماندن در تلاشند و جامعه جهانی نباید به خاطر تغییر دادن رفتار طالبان مردم افغانستان را به گروگان بگیرد جامعه جهانی به خلق شرایطی در افغانستان کمک کرد که پیامد آن به این بحران بشری که در افغانستان شاهدان هستیم انجامید. برنامه این کشافی سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که تا تابستان سال آینده 97 درصد از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی خواهد کرد. این غیر قابل تحمل است و جامعه جهانی باید اول به فکر نجات مردم باشد و سپس و این بپردازد که چه اهرامی در اختیار دارد که به طالبان فشار بیاورد از کمک های بشری نباید به عنوان یک اهرام فشار استفاده کرد جامعه جهانی همچنان نباید پولی که برای پرداخت مصارف سیستم خدمات صحی و معارف در افغانستان استفاده می شود را مسدود کند چنین کمک های بشری باید خارج از بحث فشار آوردن روی طالبان باشد این کمک ها باید تقویت شود تا مردم بتوانند زنده بمانند و به خدمات ضروری و اولیه دسترسی داشته باشند. وزارت دفاع ایالات متحده دیروز پذیرفت که در حمله تیاره بی پیلوت که به تاریخ 29 ماگس در کابل صورت داد در واقع ده غیر نظامی افغان به شمول هفت کودک کشته شدند. درباره این رویداد چی فکر میکنه؟ خبر بسیار ناگواری است آنچه که واقعا ناراحت کننده است این است که اگر به خاطر حضور خبرنگاران در کابل و پوشش و بررسی دقیق این رویداد توسط آنها نبود ما هرگز حقیقت را نمیشنیدیم ایالات متحده احتمالا میگفت که سخبارت خوبی در اختیار داشت و فرد مورد نظر که یک تروریست بود را هدف قرار داد این رویداد این حقیقت را برجسته میسازد که طی 20 سال گذشته احتمالا رخدادهای مشابه دیگری در سراسر افغانستان اتفاق افتاده باشد رویدادهایی که هرگز عدالت با اجرا نگذاشته شد و هرگز واقعیت درباره آن به نشر نرسید برای همین به نظر من این رویداد با وجود دلخراش بودن آن اصلا برای آخرین فصل از حضور امریکا در افغانستان تعجب آور نبود اینکه که بگویند که یک اشتباه دلخراش بود کافی نیست باید به خانواده های آنها غرامت پرداخت شود و, و به بازماندگان این رویداد کمک صورت گیرد باید عدالت اجرا شود و کسانی که مسئول این کار بودند پاسخگو قرار داده شوند نکته بعدی این است که اردوی ایالات متحده چه درسی از این رویداد گرفته و اینکه اطمینان حاصل خواهد کرد تا در آینده آن را تکرار نکند آنچه اردوی ایالات متحده اکنون میتواند انجام بدهد این است که به بازماندگان رویدادهای مشابه تا 20 سال گذشته در سراسر افغانستان غرامت پرداخت کند. برگردیم به بحث آینده زنان افغان تحت حاکمیت طالبان. نگرانی های عمده تان در قبال مسائل زنان افغان چیست و جامعه جهانی چیگونه میتنه به آنها کمک کند؟ Um, so I, I mean, I یکی از نکات مهمین است که در واقع بتوان قابلیت نظارتی خود را از طریق سازمان های مورد اعتماد از جمله ملل متحد بر افغانستان حفظ کرد ملل متحد اکنون در افغانستان است و میتواند از نزدیک آنچه را که اتفاق میافتد تحت نظر داشته باشد و مطمئن شود که وضعیت زنان در افغانستان تبدیل به یک راز نمی شود که به خارج از این کشور درز نخواهد کرد نکته بعدی این است که نباید گذاشت زنان افغان و آزار و اذیت علیه آنها غیر قابل رویت شود. کشورهای کمک کننده باید به با کمک به فعالیت‌های فعالین حقوق زنان افغان چونهایی که از داخل این کشورند و چه آنهایی که از خارج افغانستان هستند ادامه دهند ده هرچند که کمک به فعالین حقوق زن در داخل این کشور کار چندان آسانی نخواهد بود به نظر من فعالین حقوق زن چه در داخل و چه آن عده از زنان فعال افغان که مجبور به ترک کشور خود شدند باید برای ادامه فعالیتهای خود مورد کمک و حمایت قرار گیرند زیرا فعالیتهای آنان بیشتر از هر زمان دیگر اکنون حیاتی است آنچه در افغانستان می گذارد کاملا غیر منصفانه است و وضعیت در این کشور شرماور است